سخن هفته. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. میمان این برنامه ما جناب استاد نوراحمد خالدی است، نویسنده و پژوهشگر عرصه سیاست و تاریخ افغانستان و استرالیا. بحث ما سر از این بود که یک اعلامیه از طرف ایشان منتشر شد به نام اعلامیه جبهه ملی مترقی مردم افغانستان. چون شرایط سیاسی خیلی حساس بود، این اعلامیه های سیاسی اهمیت خود در مجامع افغان در خارج و داخل می داشته باشد، من روی مفاد اعلامیه و مسائل مهم مندرج در اعلامیه با ایشان یک صحبت می کنیم. و از نظر من چند سوال مطرح است که ابتدایی که آیا اعلامیه که نوشته شده از طرف یک مجمع سیاسی است یا یک طرح انفرادی؟ اول امید اسلام میکنم این اعلامیه تا اول نیست، یک مسوده شد خاکی شد و این مانا که یک ابتکار یک تعداد از فعالین سیاسی یک ابتکار را گرفتن، برای ما زنگ زدن از اروپا از اینجا که فعالیت های پراگنده را که بین افغان ها وجود دارد از سراسر دنیا و داخل افغانستان در مخالفت با حاکمیت موجود در افغانستان، ما این چطور میتونیم متحد بسازیم؟ برای اینکه به شکل فعلی در هر جای یک محفل ایجاد شده، این محفل های 20 نفره، 30 نفره، 100 نفره، 200 نفره در هر جای به طور پراگنده در هر جای، ای به شکل فعلی مؤثریت زیاد نداره و ای اگر ما بتونیم یار متحد بسازیم، هر محفل، هر گروپ، هر انجمن یا اتحادیه که ایجاد شده میتونه فعالیت خود دوام بده، اما یا در این زمان باید با هم یک شبکه ای ایجاد کنن که با هم همکاری کنن، یا بالای یک پلتفرم یک مش سیاسی توافق کنن و بالای استراتژی‌هایی که به کار می‌برند توافق کنند، اهداف را که دنبال می‌کنند توافق کنند، در این زمینه مشترک کار کنند. البته هر گروه می‌تونه فعالیت کنه. به این خاطر این هنوز مسوده است، این به همه ارسال شده که هر کس خواسته باشه، هر اگر جنبش سیاسی باشه، حزب باشه، نباشه، انفرادی باشه، شخصی باشه، می‌تونه شامل شه. بسیار خوب، به اصطلاح مدیران یا مغزای متفکر رد اول که در تدوین این مسوده سهم داشتن، اونا را کی هستند؟ در اروپا تشکیل دارند؟ در کجا هستند؟ در هر جای، در از اروپا هستند، در استرالیا هستند، در امریکا هستند، در جای مختلف، در آلمان، در دنمارک، در لندن، در خود در کانادا، امریکا، یعنی در هر جایی فعالین سیاسی هستند که به امی ضرورت چیز شدن، به نتیجه رسیدن که همچی یک جبهه ایجاد، همچی یک جبهه ضرورت است، نیاز است. چرا حالا مثلا تصمیم گرفته شد؟ اگر جنگ افغانستان که سابقه طولانی داره، خواستن در 20 سال اخیر، حالا چطور تصمیم گرفته شد؟ خب در 20 سال گذشته امیدهای زیاد بود که دولت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت قانون اساسی که در افغانستان در 2004 تدوین شد، افغانستان را به یک جایی برسانه، از لحاظ ترقی اجتماعی، ترقی اقتصادی، رفاه اجتماعی، مسئولیت فردی، حقوق و آزادی های مردم. ولی متاسفانه ما دیدیم که این آرزوها برآورده نشد، دلایل مختلف برای این امر موجود است، این دولت سقوط کرد که دلایل مختلف در این سهم داشته، وجود داشته که در امو مسوده اعلامیه توضیح شده به صورت خلاصه. به این خاطر این جبهه در وقت
کوشش های شده بود که افراد هم عقیده با هم یک جا شوند، اما خب در این زمان ای امکاناتش مؤثر نشد و ضرورت شما قدر بسیار نمیدید، میخواست چون هر کس میخواست در داخل افغانستان افغانستان هاپ فعالیت نشده بود، یعنی به این اندازه، هادم یعنی نشده بود افغانستان که پا و سر نشده بود. یعنی یک چیز ارز کنم که ما در 2 سال گذشته از طریق شورای همبستگی افغانای خارج از کشور کوشش کردیم با احزاب و جنبش ها و اتحادیه های قومی و که در افغانستان ایجاد شده بود، احزاب سیاسی، فعالیت های مدنی ارتباط برقرار کنیم. اون یک کسی بود به نام آقای رحیمی که وفات کردن چند وقت پیش، یا امیر ریاست اینمی انجام اتحادیه های قومی و احزاب سیاسی را به عهده داشتن که در حدود 30-40 جبهه و اتحادیه و شورای قومی و چیزهای سیاسی نیروهای سیاسی همراه از یک جیب بودن. ما همراه از بسیار بسیار نزدیک خوب، فعال یعنی این بودیم. یک طرح بله ما میتونیم بگویم که طرحی است که از طرف یک گروه از مسلحین در تبعید آماده شده، یا تو میتونیم بگویم که طرح کسایی است که وارد عرصه مبارزه میشن با طالبان، کدام میشن میگن؟ بله بله این توسط فعالین سیاسی است که یا که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و این ضرورت میبینن که باید در مقابل حاکمیت فعلی مستبد طالبان یا خود تنظیم کنند تا این مؤثریت این مبارزه فعالیت ها محدود علیه بشه. طالبان بله نظامی است یا سیاسی، یعنی شامل هر دو میشن؟ فعلا نه، ما فعلا به مبارزه مسلحانه عقیده نداریم. ما در این شرایط در افغانستان بعد از 40 سال جنگ تو میپنداریم که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و دوباره نمیخواهند در این خون ریزی ادامه پیدا کنند. به این خاطر در استراتژی هایی را که این جبهه در پیش خود گرفت، ما قیام مسلحانه را توصیه نمیکنیم. یعنی این طرح براندازی بر علیه طالبان به این معناست که شما رژیم طالبان، یعنی در حقیقت موجودیتش میپذیرین، فقط میخواین اصلاح شود. نه خیر، ما بعد از بس دوازده ماه بعد از 12 ماه حاکمیت طالبان به این نتیجه رسیدیم که این دولت قابل اصلاح نیست. یعنی باز با وسیله نصیحت و اعلامیه نویسی ای تغییرات خاتمه؟ خب ما کوشش ما چیست؟ در مرحله اول متشکل ساختن مردم هست. متشکل ساختن نیروهای سیاسی، فعالین سیاسی، متشکل ساختن اقشار مختلف ملت افغانستان و روشنگری. روشنگری به این معنا که به مردم توضیح شود و تفسیر شود که چی حاکمیت فعلی چی گونه به نفس مردم ملت افغانستان است و با چی آینده منجر می شود. ما این باید بر مردم واضح بکنیم که به این خاطر در این مرحله ما یعنی اگر بگوین که در شناسنامه طالبان، اگر بگوین در شناسنامه طالبان، اگر بگوین آیا طالبان از نظر شما کاملا یک نیروی افغانی است، یا اینکه یک کود است، هم کود استخباراتی آیسای است که کشور را برش تسلیم کردن، یعنی کدامش است؟ نه به این سادگی نیست. دنیا تو سیاه و سفید نیست که آقای مامون شما میگین. اگر به این سادگی می بود موضوعات قبلا حل می شود. اینجا پدیده های اجتماعی سیاسی بسیار بغرنگ می باشد. ما نمی تونیم که با سیاه و سفید گفتن این موضوع را منتفی کنیم یا خود گول بزنیم، خود بازی بدیم. البته به شکل نسبی، نه نسبی، نسبی ندارد. نه سیاه و سفید کامل. نه. طالبا در جامعه افغانستان یک واقعیت است که ما ایره باید بشناسیم. اینمی عدم شناسایی اینمی واقعیت سبب سقوط یکی از عوامل سقوط دولت جمهوری اسلامی بود.
وزیک موقع دست کم گرفتیم ای دولت جمهوری اسلامی قدر طالبان دست کم گرفت تا بالاخره سکوتش به دست طالبان بسیار غیر مترقبه و پنداشته شد، در حالی که اگر او هوشیاری می داشتن، اگر برخورد درست از کنفرانس بن گرفته تا به پارسال تا به 15 آگست در مقابل طالبان صورت می گرفت، یعنی سیاست هایی که طرح شد اجرا شد از طرف دولت افغانستان دوستای بین المللیش و غیره، اگر و همچنان در مقابل حامیان طالبان اگر سیاست درست اجرا می شد ما به این مرحله نمی رسیدیم. یعنی در اعلامیه که در این مصاحبه ما خواندم میبینم که خب بحث مبارزه مسلحانه منتفی است و آیا جبهه مقاومت ملی و 6 جریان مسلح دیگه که علیه طالبان می جنگن در اینجا نامشان در اعلامیه نبود، یعنی در طرح شما از نظر جایگاه در کجای طرح شما اینا جای دارن یا ندارن؟ آقای محمود، ما هیچ کس را نام نگرفتیم در این اعلامیه و هیچ جنبش را، خیزش را، قیام را ما هم نکوش نمی کنیم و مقابلش قرار نمی کنیم. مردم افغانستان حق دارند، مردم هر منطقه حق دارند، در هر سمت حق دارند که اگر بالاشون ظلم میشه استبداد وجود داره در مقابلش قیام کنه. ما ایرا این واقعیت نمیتونیم انکار کنیم و ایرا حق از کسی هم ما نمیگیم. به این خاطر ما در این که ذکر نکردیم به مفهوم از این نیست که ما مخالف او گروه هستیم. نخیر. ما مخالف یعنی شما با این گروه ها در تماس هستیم؟ نه. من شخصا خودم در تماس نیستم اما کسای دیگه در تماس هستم. و این مباحثه وجود داره که آیا در این جبهه آیا کسایی که مثلا ائتلاف را که در استانبول صورت گرفته دعوت کنن یا خیر، اما مخالفت شدید مردم بالای این گروهی است که در استانبول ایجاد شده. برای که مردم افغانستان میگن عوض کاسه خود میشه. شما کاسی دیری که وقت اشخاص باشه که او در سقوط نظام گذشته سهم بزرگ داشتن با شمول رهبرای دولت گذشته دیگه و مفاسدینی که به میلیاردها دلار اندوختن، دزدی کردن، غصب و چپاول کردن، اوار دیگه ما نمیتونیم که امروشان همکاری کنیم یا اوار دوباره اجازه بدیم که در افغانستان با قدرت برسن تا برن و سرمایه باقی خودم در اختیار من غیر من قول خودم به اصلاح بدست. و کسایی را که شما گفتین که در انقره و در ترکیه هستن اونا هم حرف شما را میزنن، اونا هم مخالف مبارزه مسلحانه هستن، حمایت کردن از مبارزه مسلحانه جبهه مقاومت و 6 گروه جنگی دیگه، اونا هم حرف شما را میزنن. یعنی بین انقره و شما کدام وجه مشترک است؟ ما برای اینکه اینمی رای را که ما پیشنهاد میکنیم مرزر ما رای سالم است، رای ثواب ملت در نهفته است، اما این که او اشخاص تایید میکنن به این معنی را نمیده که ما واره بپذیریم او اشخاص هست. مثلا کسایی را که این مهم نیست، این ما منظور ما کنم شخص معین از یک سمت معین نیست، تمام فاسدینه که در نظام گذاشته اگه مافیا را ایجاد کردن در داخل دولت افغانستان و اعمال از او سبب ضعف دولت در مناطق مختلف افغانستان، چی در ننگرهار بود، چی در قندار بود، چی در پکتیا بود، چی در پنجشیر بود، چی در مزار بود، چی در جوزجان بود، چی در بدخشان بود، پروان بود، یعنی این صرف نظر ایست که کی بود، هر کس که در او سهم داشته ای برای ملت افغانستان یا قابل قبول نیست. یعنی ما ملت افغانستان دو جبهه مقابل خود داره، یکی مبارزه با مفسدین است، یکی مبارزه با مستبدین است که به نام دین آمدن بالاشان حکومت. هر دوی از این رد از نظر ما یک مثال یک سالی که گذاشتم بفرمایید.
یک مثال بده، ما بفرمایید. یک سوال کردم از امی همکارای دوستای فیسبوکی خود که شما برای من بگوین که کدام نقاط حکومت طالبان را شما کدام پالیسیش تایید یا چی چیزه اگر شما از این طالب حمایت میکنید چی چیز سبب شده کنید؟ اکثریت بزرگی که طالب گفته که یک جنبه مثبت داره به خاطر گفت میگن که یا سبب شدن که این مفسدین از افغانستان فراری شد، یعنی نمی یک نکته یعنی یک نکته وحدت فکری موجود بود بین روشن فکرهای افغانستان. خب یک چیز است که آل ما گزارشاتی که من میشه روزانه صبحانه میگیرم بس در واقع دفع مفسد با افسد شده، یعنی یک مفسد رفته مفسد به اصطلاح اما دو برابر دوبل مفسد وارد شده ایوازش. بله امیال شما در اعلامیتون گفتین که حمایت امریکا از مافیا، بله یعنی تمام اون مافیا آل بر فعلا ما شما صحبت میکنیم مافیایی که با جمهوری بودن، مافیایی که آل با طالب هستن، عین مافیا متحد طالبان است در عرصه اقتصادی، در عرصه مواد مخدر، در عرصه سلاح فروشی، در عرصه معادن، اینا همیش امیال به اصطلاح اشتراکاتشان تأمین شده، یعنی مافیا سر قدرت است. بله مانده میفهم. سر از این برای فعلا آیا از نظر شما از نظر سیاسی و تاریخی افغانستان یعنی به نوعی از طرف پاکستان به شکل نیابتی اشغال شده است نشده است یا حالت اشغال نیست؟ طالبا همه می فهمن واضح در نوشته های زیاد در این قسمت منتشر شده که از طریق از توسط پاکستان یا با وجود آمده در زمان بی‌نظیر بوتو، او خودش نشته می کنه که چقدر پولی اختصاص داد برای تشکیل طالبان، برای تمویل از یا برای تسلیح از یا و چیگونه به مدرسه حقانیه صلاحیت داده شد که شما از لحاظ فکری ای را تنظیم کنید، یعنی از لحاظ سیاسی از لحاظ فکری به او سپرده شد. کشورهای امریکا، انگلستان، سعودی چقدر با پاکستان در قسمت همکاری کردند که ایجاد شود طالبان در این خوش هیچ بله شکی وجود نداره. اما این قصه سال 1990 پنج و نوود سال 1994 است. از این زمان تا حال 30-40 سال گذشت و در این زمان پدیده ها تغییر می کنه، پدیده ها تغییر می کنه، بغرنجتر می شه، روابط مختلف پیدا می کنه. ما او هیولایی که در اونجا به وجود آمد او هیولا با هیولایی که امروز است متفاوت است. از لحاظ فکری عین چیز است، این تفاوت نکرده، اما لحاظ ضوابط خود، روابط خود در داخل افغانستان و در خارج متفاوت است. و پاکستان در 20 سال گذشته تنها دولت نیست، تمام استبلشمنت پاکستان، حامی طالبان، تمام احزاب سیاسی پاکستان از طالب حمایت میکرد، تمام مطبوعات پاکستان، رسانه های پاکستان از طالب حمایت میکرد. در روزی که طالب در کابل حکومت به دست گرفت یک سال قبل، در سر سرک خبرنگار رفته بود، خبرنگار تلویزیونی، با هر کس پرسان میکرد از پاکستانی ها که خوشحال هستین، همه خوشحالی میکردن. یک دختر پیدا کرد که دختر محصل پانتون بود، گفت که تو چی فکر میکنی؟ بسیار گای لف پاک طالبان چطور چطور چطو. پرسان کرد تو میخوای در پاکستان هم طالبان و میخودت بیان؟ گفت نه نه به هر صورت نمیخوایم. یعنی این طالبان را برای افغانستان میخواستن اما برای پاکستان نمیخواهد. بله بله خب در اعلامیه جبهه ملی مترقی مردم افغانستان گفته شده که طالب از مواضع و افکار افراطی خود هرگز عدول نکردند، یعنی در صورتی که چنین است یعنی مبارزه سیاسی بر علیه طالب به نتایج خواهد رسید. بله بله، برای که مردم روز به روز در زیر استبداد طالبانی به تنگ آمدن و به تنگ می آیند.
اوضاع اقتصادی یعنی از چه هیچ طریق؟ امید بهبود شدن ندارد زیر سیاست های طالبان، یا نه به اقتصاد میفهمند نه نه با و همه چیز از معیشت الهی میدانند، حتی فقر و بدبختی ملت افغانستان هست. بله، بنابراین بالاخره مردم افغانستان یا قبول نمی کنند. یعنی از طریق چرا ای خو یک نیروی است که به شدت مسلح است، بسیار خشن است، یعنی امیر مردم بیخی زیر لگد مال لگدایشان است. مردم چطور میتونه که بدون به اصطلاح یک جنگ و جبهه نظامی اینا را وادار به عقب نشینی بکنه؟ آقای مامون، اگر کسی انتظار از این دارد که طالبان را در 1 سال، 2 سال، 5 سال از قدرت پس می کنند، او در خواب و در رویا زندگی می کند. این یک مبارزه طولانی است. این مبارزه یک روز دو روز نیست. این طالب یک در ظرف 20 سال گذشته برای خود در افغانستان جای پا باز کرده. 60% مردم افغانستان در دهات زندگی میکنه. شما میفهمید نفوس افغانستان 60%ش در بله، دهات زندگی میکنن. در 20 سال گذشته این دهات در زیر به اصطلاح قدرت یا استبداد اینمی گروه های مانند طالب بود و یا خود طالب بود. در این دهات افغانستان که در حدود 55,000 قریه است، 55,000 قریه است یا همش زیر اینمی حاکمیت زندگی میکنه. بنابراین در دهات افغانستان 60% مردم افغانستان از سواد بی‌بهره مانده، از افکار مترقی بی‌بهره مانده و یا تصورات طالبانی یا افکار طالبانی و یا ابلاغ شده و تلفیق شده. و یعنی شما فکر میکنید که طالب چند سال دوام میکنن تا حد اوسط؟ ما چی گفته نمیتونم، ولی ما این مربوط به ایست که ببخشید یا پالیسی های یا چی گونه ادامه پیدا میکنه. شما فکر کنید که از زمانی که یعنی در 1 سال گذشته، ما تعداد کسایی را که شدیدن حمایت میکردن از طالب، روشن فکرها رو میگم، کسایی درس خوانده ها رو میگم، کسایی که کارهای دولتی کردن یا رو میگم، کسایی که کتاب خواندن و به اصطلاح از او مردم تعداد تا زمانی که یا متوجه شدن که این طالب فکر در تصور یا بود که این طالب تغییر یافته، این طالب 20 سال قبل نیست و یا امروز با شرایط زمان خود عیار کرده، وقتی حالا که متوجه شدن که این مردم نه یا تغییر نکردن، یک تعداد بیشتر مردم با یا در مخالفت هم نه. یعنی اگر کوچکترین تمایل هم برای زیاد داشتن، سمپاتی برای زیاد داشتن، امروز امور عزیز داده طالب. این حال اگر امی سیاست های طالب ها ادامه پایده، بخصوص امی برخورد یا با زنها و محروم کردن زنان از حق کار، از حق تحصیل و از حق اشتراک در جامعه، این سبب شده که بسیاری از روشن فکر را از یا خود دور کنند. به این خاطر اگر این گونه سیاست های ادامه پیدا کنند، این گور خود طالبان می کنند در ظرف 5 سال، 6 سال، 7 سال آینده یا ضعیف می شن. و اون زمانی است که مردم متوجه الترناتیف میشن که چی الترناتیف وجود داره، چی بدیل وجود داره برای این حکومت طالبان. یعنی به نظر شما چی بدیلی وجود داره؟ بدیل روشن فکراست. یا وظیفه روشن فکرها باید تعیین کنند مردم افغانستان، همین کسایی که با همی استبداد طالبانی مخالف هستن، با همی طرز دید طالبانی مخالف هستن، یا با دوست و دشمن خودم مشخص سازن. بدبختانه است که ما یک تعداد زیادی که با این تفکر طالبانی مخالف هستن، یک تعداد زیادی یا دوست و دشمن خود درست تشخیص کردن نمیتونن. میگن مثلا با طالب مخالف هستن، اما این نمیتونن تشخیص کنن که چی کسای دیگه هم با طالب مخالف هست. صرف نظر از اینکه آیا خب، یک اتحاد روشن فکری وجود نداره، نداره، برای اینکه ما در داخل
امو محدودی چیزهای فکری خود فراموش میکنیم، ضوابط فکری خود فراموش میکنیم که یک دشمن مشترک داریم که دشمن مشترک به تنهایی ما نمیتونیم شکست بدیم. ما باید در وقتی که همچی یک دشمن مشترک داریم باید از بعضی از ضوابط فکری خود بگه ما اغماز کنیم، باید کوتاه بیاییم تا بتونیم متحد شیم با دیم. خب برای فعلا تغییر واقعیت در عرصه سیاست و جنگ افغانستان، حالا ما وضعیت طوری میبینیم که هر روزی که تیر میشه طالبا بیشتر از پیش با جامعه بین المللی، با مردم، با زنان، با جوانان و حتی با خود درگیر میشن. یعنی اختلافات طالب عمیق شده میره، این میره به طرف یک تصادم. اگر در این خلال جبهه جنگی که جا وجود داره یا به هر دلیلی که مثلا کمک شود از بیرون یا از درون، این کلان شود، این جبهه جنگ، موضع شما باز در اون صورت تغییر نمیکنه؟ این جبهه جنگ اول امی ابهام و امی سایه شوم فاسدین باید از خود دور کنه. تا زمانی که این جبهه جنگ سایه شوم مفسدین، غاضبین، کسایی که سبب سقوط یک نظام شده بالای یا باشه، مردم یار تایید نمیکنه متاسفانه. یعنی از مفسدین چی کسایی مثلا در جنگ فعلی هستن در رأسش؟ من نمیگم که کی کدام شخص در رأس جنگ است، ولی امی سایه بالای اینمی به اصطلاح مقاومت وجود داره. این سایه را باید از خود دور کنه، عملا دور کنه، باید واضح پوست کنده اعلان کنن که ما با امی سیاست هایی را که امی مفسدین در طول 20 سال گذشته اجرا کردن مخالف هستیم. باید اعلان کنن که وقتی میگن مردم افغانستان، باید ایران قبول کنن که ملت افغانستان وجود داره، باید قبول کنن این ملت افغانستان پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است و سایر اقوام وجود داره. این را قبول کنن، باید امیر قبول کنن که همه این ملت افغانستان همه یا افغان هستن و در دنیا یار بنوان افغان میشن. شما را افغان میشناسه، من افغان میشناسه، می برادر هزاری ما تازه آمدن افغان میشناسه، هر کدام از یا هم وقتی اپلیکیشن کردن گفتن ما افغان است. اما منظور یعنی شما از در این رابطه از چیزی تشویش دارین؟ مثلا تشویشتان چی است؟ تشویش من است که مردم ما، روشن فکرای ما، کسانی را که ما میخواهیم در این جبهه شامل شوند سوال میکنند. سوال از واس امیست که ما با کی یک جای میشیم؟ آیا ما فعالیت میکنیم که زمینه را دوباره برای اون مفسدین به میان بریم که دوباره سر قدرت برن، یا او خارج نیستن؟ هر زمانی که به میخاطر ما عرض کردم، در اول هم عرض کردم که حق مردم است که مقاومت مسلحانه میکنن، مقاومت غیر مسلحانه میکنن، به اصطلاح اعمال منفی دست میدنن در مقابل دولت، همکاری نمیکنن با دولت، اشتراک نمیکنن در فعالیت های زیاد، یعنی فعالیت های سیاسی مختلف وجود دارد که انجام بدن، به شمول قیام های وقتی که تا وقت درد میرسه، وقتی که کار به استخوان میرسه مردم قیام میکنن از هر طریقی که شده. ولی ما باید اینمی سایه، اینمی مفسدین، کسانی که سبب سقوط نظام شده از خود دور کنیم. در این صورت ما میتونیم با هم متحد شیم. اشاره که شما به مفسدین و به مو فرعونای سیاسی و اقتصادی میکنن که سبب فروپاشی دستاوردهای 21 ساله مردم افغانستان شد، اونا عین چالش فعلا در تا جایی که ما ادلا داریم در جبهه مقاومت ملی، اما چالش در سر گردن از اونا گاه سوار میشه، گاه مندازنش، گاه یک نوع مبارزه درونی در جریان است بین نسل نو و نسلی که افغانستان داد به دست به پاکستان. چون این چیزهایی هست، یعنی هیچ همه چیز در حد یک
به اصطلاح یک شروع از یک نطفه است، حالت جنینی داره. هیچ کس گفته نمیتونه که از امروز به فردا چی میشه. در هر حال طرحهایی که مثلا از طرف روشنفکرها در کشورهای مختلف مطرح میشه، در همین پروسه توحید سازی از اینا به اصطلاح که بره و طرف یک اجماع روشنفکری در افغانستان، یکی خود مشکل جهادی و طالب است، یکی مشکل خود روشنفکرام است در سراسر جهان، روشنفکر افغانستان که یک وحدت یا یک قرارگاه، یک ستاد فکری همبسته نتانستن به وجود بیارن. بله این یک آسیب پذیری و اصطلاح امو بس اردوگاه روشنفکری افغانستان هم است که شما مثلا تا امروز ما نمیتونیم که همین 100 نفر روشنفکر تحصیل کرده را دوری یا حول یک محور فکری سیاسی آدم گرد بیاره. بله امی کار نشده تاله، بله اصلا در داخل اگر زمینه نیست، در بیرون خواه است. یعنی تحصیلی یافته های ما، این بزرگای ما این کار را نتانستن. امی بزرگترین مشکل ما امی روشن فکرهای ما هستند. امی اختلاف ها امی به اصطلاح چی بگیم شگاف عمیق که در جامعه افغانستان به وجود آورده خواه امی روشن فکر نماهای ما به وجود آورده، این مردم به وجود ناورده. و گفت شما فرمودی شما درست است. ما در ماه می یک کنفرانس بود به نام افغان دیاسپورا کنفرانس در بروکسل از طرف اتحادیه اروپا آمده و اشتراک کردم. از هر جای دنیا آمده بودن دیسپورای افغان. ما کوشش کردیم که در حاشیه این کنفرانس در حدود 200 نفر در اشتراک داشت، در حاشیه کنفرانس ما هم این کسایی را که آمدن با هم متحد بسازیم برای نمی کار شما فکر میکنیم. اما بدبختانه قسم که شما فرمودین یک تصور وجود دارد در یک بین یک تعداد مردم، امی تصورات واهی که یا در امی 20 سال گذشته با او زندگی کردن کار کردن یا ای تا حال با وجود سقوط او دولت با وجود نتانستن درک کنند که نقش خودشان در این سقوط چقدر بوده، نتانستن درک کنند که اینمی عمیق شگاف عمیق را که در جامعه با وجود آمده سبب اینی افکار بوده. این نتونستن درک کنن، این نتونستن درک کنن که روشن فکر پشتون متفاوت است با طالب. این نتونستن درک کنن. همه پشتون طالب فکر میکنن. من مثلا شخص مره که من در 12 ماه گذشته هر روز در شما شاید باشین در تلویزیون های مختلف مصاحبه های مختلف در مقابل طالب ها جبهه گیری کردیم، صحبت کردیم. من طالب مثلا میگن یک آدم مثلا نشته میکنن در زیر یک چیزی که ما یک ویدیویی که ما ماندیم که یک آدم در روز ایجاد آمدن طالب ها اتن میکن مثلا تو یک چیز احمقانه نشته کردن در مقابل دی که ما پشتون پدر ما پشتون بود به این خاطر با کسی هم که اصلا مرا نمیشناسه فقط هم که میفهمه که من پشتون هستم، کسی که اصلا چی دوم از من نخوان مانند در زیر یاد هست. اینال این تصورات بین نمیتونن فرق بین و یک چی در عرض میکنم طالب تا روشن فکر پشتون از بین نبره کسی دیگه نمیتونه بین بره. طالب و تنهایی هم طالب روشن فکر پشتون نمیتونه طالب از بین بره. برای زی که افغانستان خود تنها پشتون نیست، روشن فکر پشتون شما... و روشن فکر تاجک، روشن فکر ازبک، روشن فکر هزاره ضرورت داره. این اشخاص باید متوجه باشند که همه پشتون ها طالب نیستن. صدایتون یک دقیقه قطع شد. حالا اگه صدای مرا میشنوین من سوال خود تکرار میکنم. بسیار یعنی شما اشاره میکنین که طالب پشتون اگر پشتون چپه نکنه دیگران نمیتونه، یعنی من درست فهمیدم معنی؟ بله راستم، بله درست فهمیدم. یعنی بزرگترین خطر برای طالب روشن فکر پشتونه و چون روشن فکرهای پشتون با طالب واقعا مخالف هستن؟
مگر من تو بار به شما چی میگفتم تو نه شما استثنا هستین، چرا من شما نیستم را استاد؟ نظریاتتان هم خواندین، نوشتایتان هم میخوانم، دیگر را نظرتان چی است؟ ما میلیون ها روشن فکر پشتون مخالف طالب است. اینی واقعیت باید دیگه اقوام درک کنند. روشن فکرای تاجک، روشن فکرای هزاره، روشن فکرای ازبک و ترکمن و نورستانی و غیره، این واقعیت باید درک کنند که همه که روشن فکرای پشتون مخالف طالب هستند. ما داریم چاپلوس هایی که در این چیزا میاین، در این مصاحبه ها میاین، از مناطق مختلف دنیا اشتراک میکنن و تعریف و چی تمجید از طالبان میکنن. یا نماینده روشن فکر پشتون نیستن، یک کسایی هستن که خود فروختن به افکار طالبی. ولی بله، مثال برتون میگم، شورای هم بستگی افغانی خارج از کشور در تمام دنیا چیز داره، نفر داره، عضو داره، فعال است و ای تنها پشتون ها نیستن، هر از هر قوم در اونجا وجود داره، اما بیشترشان واقعیت نیست که پشتون هستن، همه اینجا مخالف طالب هستن به می به شکل. نظر می رسد که یک بحران است، این بحران در طول سالهای جنگ عمیق هم شده و طوری که من متوجه میشم شما از آینده افغانستان بیشتر به تشویش هستین، من مصاحبهایتان می بینم. آیا شما فکر می کنید که افغانستان میره به طرف پارچه شدن؟ نه خیر، هرگز نه، نه ما به یقینه نیست. افغانستان یک پارچه میمانه، افغانستان تمامیت ارزش به هیچ صورت در خطر نیست، نبوده و نیست. ما یک مثال براتون میگم، یک 20 سال پیش امرای معاون وزارت خارجه امریکا که متقاعد شده بود، اون کسی که گفته بود که پاکستان چیز تهدید کرده بود که اگر شما حمایت نکنین از قوای امریکایی در افغانستان ما شما رو به قرن حجر بمباران میکنیم، بله با این آقا یک مصاحبه شده بود از این در وقت اوباما بود. گفت که از این پرسان کرد که در مورد پاکستان و افغانستان نظر خودت چیست؟ و اگر تو همراه اوباما بریکفاست داشته باشی برش چی مشهر؟ گفت من برش میگم که در مورد پاکستان من مطمئن نیستم، اما چند سال بعد باز هم افغانستان وجود خود داره، اما در مورد پاکستان من مطمئن نیستم. یعنی برداشت در سطح جهانی این برداشت وجود داره. افغانستان در ظرف 300 سال گذشته این بحران ها سرش آمده رفته، خوشبختانه مردم افغانستان اختلاف ندارن. این چهار تا روشن فکر که اختلاف داره، این شکاف نمیتونه بین مردم انتقال بده. ما بله خب در حال در ظرف 300 سال هم افغانستان یک جغرافیای ثابت و واحد نداشتن، تا بالاخره بعد از امیر دوست محمد خان به این طرف از هر طرفش قیچی شده رفت بله بله درست دیگه، تا که یک مشت یک جغرافیای بسته مانده. با تشکر از شما جناب استاد نور احمد خالدی از صحبتی که با ما داشتین و در مورد اعلامیه منتشره جبهه ملی مترقی توضیحاتی دادین و نظرات خود مطرح کردین، از شما ما متشکر هستم. محترم مومن، بسیار تشکر از اینکه مرا دعوت کردیم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم. ما نوشته شما را میخوانم، ما ویدیو شما را میبینم، موفقیت بر شما تمنا میکنم. سلامت باشه. تشکر. با مان خدا. خدا حافظ.